خوبه؟ احساس میکنم خیلی بلنده. دوباره سلام برادر خاله عزیز، مهمونای عزیز، دوستای عزیز در این کلیسا و همینطور هم تو خونه هایی که ما رو دعوت کردین. امروز هم همینطور پرستش که متوجه شدین که اول گفتم که امروز میخواییم سرودهایی که خوندیم در مورد پادشاهی خداست، عیسی مسیح که روی تخت نشسته و حکومت میکنه و قادر متعال، باید بیستیم جلوی اون پادشاه پادشاه رب الارباب، سجده کنیم، پرستش کنیم، چون هر چقدر ما واقعا باور میکنیم که عیسی مسیح حکومت میکنه، همه چی در دستش گرفته و میاییم اونجا پیش اون یک پادشاه با احترام و همینطور با فروتنی او رو پرستش میکنیم، اونجاست که فضا رو عوض میکنیم، فضای کلیسا رو ملکوتی میکنیم. اگه فقط میاییم اینجا، مثال میگم، فقط میگم که فقط برای خواستای خودمون، برای فکرای خودمون، نیازهای خودمون، مثل اینکه ولی فضا رو همون این روح رو منتقل میکنیم. اگه واقعا میخواییم یک اتفاقاتی بیفته و ما باور میکنیم به ملکوت خدا، پادشاهی خدا، که هیچ ضعفی اونجا نیست، هیچ دردی اونجا نیست و هیچ میگم سردرگمی نیست، بلکه پادشاهی خدا اونجا شادی، عدالت، سلامتیه و همینطور هم اونجا هم به حال حضور خداست که میتونیم با مثل اینکه با نقاب باز به اون نگاه کنیم و اونجا او رو ببینیم، پادشاه پادشاه رب الارباب ببینیم. یعنی بزرگترین چیزی هست، میتونم بگم چیزی بزرگترین امکانی هست میتونم بگم که ما داریم، ما مسیحی داریم که اون خدا رو پرستش کنیم و فضای کلیسا رو عوض کنیم. هر چقدر به هر حال با این دید، با این یک فکر بیایم اینجا، مخصوصا زمانی که ما پرستش میکنیم، بعضی وقت میبینم احساس میکنم اینطوری که فکرها بسته هستن، قلبها بسته هستن، نه پادشاه میبینین، نه خداوند میبینین، اونجا فقط خودتون میبینین، نیازهای خودتون میبینین، درد خودتون میبینین. اصلا میبینم که بعضی وقت از صورتهای شما نگاه میکنن، اصلا گلگان رفته یه جای دیگه، پادش یعنی سرودها رو میخونین، فقط فکرتون جایتون کجاست. چون واقعا میگم زمانی که ما خدا رو زمان جلوی چشممون میاریم و میگیم که عیسی مسیح واقعا تو سلطنت میکنی و واقعا فقط خودم رو فراموش میکنم، به سمت تو فقط نگاه میکنم، اونجا اول فضای خودت رو عوض میکنی، دید خودت رو عوض میکنی. شاید کسی که کنار تو نشسته هیچ احساسی نکنه، فقط چون تو در روح و راستی او رو پرستش میکنی، یا میبینی که فضای تو، فکرای تو، اصلا دید تو عوض میشه، یک رابطه برقرار میکنی با این پادشاه. آمین. و این برحال روش زندگی ما باید اینطوری باشه. منم همینطور پرستنده هستم، منظوری نیست که من فقط یه خدمتی انجام میدم، فقط میام اونجا یه کاری انجام بدم که شما رو به پرستش هدایت کنه. منم اونجا باید تصمیم بگیرم اون پادشاه رو میخوام پرستش کنم، اون قادر متعال رو میخوام پرستش کنم و نام او رو برافرازم. یا مخصوصا در این زمانی که ما زندگی میکنیم عزیزان، که مطمئن هستم این دو سال سه ساله که این کرونایی که در این دنیا افتاده، من مطمئن هستم یک کرونای روحانی هم در کلیساها اتفاق افتاده. یا این همینطور که ماسکا هستن، جدایی هست و اینطور قرنطینه هست، که در این دنیا همینطور هم در زندگی روحانی ما همینطور است، در کلیسا این اتفاقاتی میفته. و زمانی هم که نگاه میکنیم به این دنیا، الان وضع دنیا چی شده عزیزان؟ سه سال پیش اصلا هیچ موقع فکر نمی کردیم از این چیزا. الان جنگی که در اوکراین شروع شده، الان هر لحظه میتونه یک جنگی به وجود میاد، بمب اتم با شروع کنن با این چیز، بمب اتم دیگه چیز کنن دیگه، منتقل کنن، اصلا دنیا رو خراب کنن. ما در یه زمان خیلی حساسی زندگی میکنیم، باور میکنی یا توش هستین دیگه، یا اونقدر دیگه برای فکر خودت میگی که به من چه تو اوکراین چه اتفاق میفته یا و پوتین چی میکنه، به من چی، همه چی به من چه، من فقط مهم اینه که زندگی خودم رو انجام بدم. یا برای دنیا، چون توی دنیا مثلا افرادی که ایمان ندارن به عیسی مسیح، هیچ راهی ندارن اونجا، فقط خدایی هم ندارن اینطوری برن پیششون از اونجا قدرت بگیرن. یا ما الان
با حقیقت آشنا شدیم، با عیسی مسیح آشنا شدیم، ما میدونیم که یک مکان، یک جای، جایگاهی داریم و جای این تخت فیض اوست که ما اونجا جمع میشیم، میتونیم هر آینه، هر روز، هر ثانیه میتونیم بریم اونجا، فیض دریافت کنیم، قدرت دریافت کنیم که این راه رو بتونیم بریم. یا و بعضی وقت که توی درد ها، توی مشکل ها که قرار میگیرم، هر دفعه میگم که چقدر عالی جایی دارم بتونم برم، فقط نرم اونجا، فقط یک نق بزنم، شکایت کنم، بلکه برم اونجا قدرت بگیرم، تسلی بگیرم. بعضی وقت ما مسیحی‌ها اصلا کلا فراموش کردیم ما یه جایگاهی داریم، یک تخت فیضی داریم بالای بالا در آسمون که عیسی مسیح اونجا نشسته، تخت فیض او هر چقدر در آسمون نشسته، به وسیله روح القدس الان اینجا ما میتونیم با او ارتباط برقرار کنیم. صدا هست؟ نه، صوتی هست؟ نه شاید صوت، من صوت رو میشنوم. گود. برحال زمانی که این تمام چیزهایی که نگاه میکنیم، دنیا رو نگاه میکنیم، وضع کلیسا رو نگاه میکنیم و همینطورم به همدیگه هم اینطوری نگاه میکنیم. یا الان تقریبا 2-3 هفته پیش بود با برادرمون کشیش حسپیان، ادوارد حسپیان، جا صحبت میکردیم و همینطور برحال بیشتر در مورد کلیسای خودمون، همینطور هم کلن میخواستیم یک مشورتی با او کنیم، چند تا مطلب هایی بود و همینطور هم که صحبت میکردیم، الان کلیسایمون تعریف میکردیم، خودش هم اونجا که ناظر 19 تا کلیسایی که در انگلستان و خارج از انگلستانه، اونجا صحبت کردیم و گفته که این چیزایی که ما تعریف کردیم، گفته که الان تمام کلیساهایی که خودش هم اونجا نظارت میکنه، میگه که همه کلیساها ریزش کردن، شکست خوردن، بلکه خیلی چیزایی هست که اتفاق افتاده، افرادی هستن که کلیساها خالی شدن، گفته حتی افرادی هستن که ما اطلاع نداریم کجا هستن، نه فقط کلیسای فارسی زبان، کلیسای خارجی هم همینطور، و خودم هم اینطوری تجربه رم کردم که تقریبا با یک گروهی بودیم که در من 1.5 ماه پیش بود که رفته بودیم دیگه، یک کلیسای تو بیلیفلد بود و اونجا یک کلیسای بزرگی بود و اونجا با شبانش که صحبت کردم، گفته تقریبا 30% کلیسامون خارج شده، خالی شده و افرادی هم که خادم بودن، رهبر بودن، همینطور رفتن، ما هم نمیدونیم کجا رفتن. اصلاش پرسیدم رفتن توی کلیسای دیگه، گفتن هیچ اطلاعی ندارم. یعنی واقعا در یک زمانی زندگی میکنیم که سردر نمیام چه اتفاقاتی میفته. به این خاطر میگم من باور میکنم به یک ویروس کرونای روحانی که اتفاق افتاده و ما در این قسمت هم ما ناامید میشیم و زمانی که به دنیا نگاه میکنی میبینی همه چی به هم خورده، اقتصادم یواش یواش میبینی که چقدر الان قیمت ها رفتن بالا، الان میتونه بدتر هم بشه و همینطور هم این جنگ هم که نگاه میکنیم دائما و جنگ ها هم خواهد بود و خداوند هم اونجا چیز داده، پیشگویی کرده که این اتفاقات خواهد افتاد و زمانی هم که به خودمون نگاه میکنیم، به کلیسا نگاه میکنیم و وضع کلیسا رو نگاه میکنیم، بعد از یه مدت چی میشیم؟ ناامید میشیم، ضعیف میشیم. با چند نفر هفته گذشته صحبت میکردم، خودشونم گفتن که ما یه جوری بی‌حوصله شدیم و یه جوری ناامید شدیم. چرا؟ چون هیچ جایی، هیچ ثمره ای اونجا نمیبینیم، به این خاطر خودمون اونجا شل شدیم، دیگه نمیتونیم دعا کنیم، حوصله هیچ چیزی نداریم. ایماندارا هستن. چرا؟ چون به افراد نگاه میکنیم. زمانی که به شما نگاه کنم، همه شما به هر حال میگم که بی تفاوت هستین، حوصله نداره، من میگم باشه که منم پس هیچ کاری نمی کنم، یعنی بی تفاوت میشم. نه، اینجاست که یک مشکلی پس اونجا هست. نه، من اینجا بیدار نیستم به خاطر اینکه شما بیدار هستی، من بیدار باید باشم چون ارتباط من با خداست، من خودم رو بیدار نگه میدارم در ضعف، در درد، در طوفان ها. درسته یا نه؟ شما میتونین به هر حال یه قسمتی تأثیری روی من بذارین مثبت، اینطوری زمانی که نگاه میکنم چقدر واقعا با خدا زندگی میکنه، این تشویق میکنه و منو بنا میکنه و همینطورم خوشحال میشم. فقط بیداری یا خوابالودگی تو اجازه نداره منم همینطور تو خوابالودگی ببره. درسته یا نه؟
پس اگه اینو برد پس مشکل من هستم. پس من با شما وصل شدم، به کلیسا وصل شدم که از شما قدرت بگیرم. هر چقدر شما رشد کنین منم رشد میکنم. این اشتباه است. تقریبا یک ماه پیش بود در مورد چشمه حیات صحبت کردم، یادتون هست؟ ما باید بریم پیش چشمه حیات، از اونجا تغذیه بشیم. بیداری از اینه. من نمیتونم به شما نگاه کنم، به کلیسا، به کلیساها نگاه کنم و خیلی کلیساهایی که بگم که شکست خورد، نه شکست، برای ریزش کردن و کم شدن، یا بگم وای چی شد؟ پس مثل اینکه عیسی کنترل از دست داد. کجا هست کلیساهای زنده؟ کجا هست که واقعا اونجا میریم تو اونجا کلیسا میلرزه؟ و این برال برای ما بعضی وقت چی میشه؟ ما سوس میشیم، باعث میشه که بی تفاوت بشیم. آخر دوباره چه کار کنم؟ دوباره دعا کنم؟ دوباره باید چیز کنم؟ و این پاستورم اونجا هستن و شروع میکنیم به هر حال چیزایم به این رهبرا یا پاستورا بچسبونیم. دوباره با یه ساختاری جدیدی آمده، ما رو خسته کرده، یا مثلا خیلی چیزهای دیگه میتونه باشه. باشه اوکی، اشتباه من تو رو خواب‌آلودی کرده، پس مشکل تو هستی نه من. متوجه هستین؟ ارتباط تو با خدا ربطی هم نداره به من یا نسیم یا با کسی دیگه. تو هستی که مسئول هستی در حضور خداوند خودت رو بیدار نگه داری در فشارا، در طوفانا، در همه قسمتا که وارد میشیم اونجا باید خودت رو نگه داری. چقدر تو وقت میذاری برای خداوند و چقدر واقعا تشنه هستی بیشتر و بیشتر مسیح در قلب تو، در زندگی تو فعال کنه، فعال بشه. به این خاطر الان گفتم که پادشاه رب بلرب، ما میریم اونجا زیر تخت، جلوی تخت فیض او دریافت میکنیم. به این خاطر زمانی که این تمام چیزها رو نگاه میکنیم فقط میتونیم بگیم که خیلی هستن که میگن که بس عیسی کجاست. دنیا، بعض دنیا رو نگاه میکنیم و همینطور هم بعض کلیسا رو نگاه میکنیم و میگیم که مثل اینکه عیسی کنترل رو از دست داد. در مزمور باب دو میخوایم این قسمت ها رو بخونیم. مزمور باب دو، از نسرین خواهش میکنم بخونه که من از این توضیح میدم. بخون. خب نیستش تو نه صفحه نمایش نیمده هنوز. میخوای از تو کتاب مقدس بخونی؟ نه آفرین. چرا ملت ها شورش می کنند؟ چرا مردم بی جهت دسیسه می چینند؟ پادشاهان زمین بر می خیزند و سروران با هم مشورت نمودند به ضد خداوند و به ضد مسیح او. آنها می گویند بیایید زنجیر بندگی خداوند را پاره کنیم و خود را از قید و بند او آزاد سازیم. خداوند که در آسمان بر تخت خود نشسته است به نقشه های ایشان می خندد. آنگاه از روی خشم آنها را سرزنش می نماید و با غضب خود آنها را به وحشت انداخته می فرماید: من پادشاه برگزیده خود را در صهیون کوه مقدس خود بر تخت نشاندم. آمین. آمین. دوست دارم اینطوری که میگه که خداوند که در آسمان و تخت خود نشسته است به نقشای این دنیا، پوتین و هزار تا چیزایی هستن، میگه نگاه میکنه و میخنده یا چی کاری میکنی؟ مثل بعضی هست که مثلا بچه های کوچیک هستن، مثلا چیزایی انجام میدن، شروع میکنن خودشون نشون دادن، نگاه میکنه میبینی نمیدونن چی کاری میکنن. خدا از بالا نگاه میکنه که میگه من هستم که پادشاه رو اونجا گذاشتم روی تخت. اوست که سلطنت میکنه. دنیا هر کاری هم بخواد انجام بده، هر چیزی هم میخواد انجام بده، میگه که من هستم که
من پادشاه برگزیده خود را در صیون کوی مقدس خود بر تخت نشانیدم و اوست که سلطنت میکنه. و جالبش اینه که نه فقط برای دنیا، در کلیسای خودش هم همینطور، او سلطنت میکنه. این سرودهایی که خوندیم، عیسی چی سلطنت میکنه، خدا حاکم است، خدا حاکم است، دنیا شادمان شود، دنیا شادمان شود، دنیا شاد، چون او سلطنت سلطان است و سلطنت میکند. دنیا شادمان شود، یعنی من میتونم اینطوری بگم که من خودم اینطوری که نگاه میکنم بگم که آلبرت شادمان شو، چون او حکومت میکنه، او از بالا نگاه میکنه، تمام فکرای ما رو میخونه، تمام روشهای ما، تمام انگیزهای کلیسا رو، دنیا رو کیزو ویزو، همینطور مال کلیسا رو میمیره. بعد همینطور هم این سرود اولی که اون خوندیم، با عدالت، با راستی، با محبت حکومت میکنه، هیچ چیزی از جلوی چشمش دور نیست. به این خاطر خدا سلطنت میکنه و تمام نقشه های خودش رو طبق اراده خودش انجام میده عزیزان، نه طبق اراده خودمون. چیزی که ما احتیاج داریم برای زندگی کردن، خدا به ما میبخشه، پدر آسمونی با. آمین. همه هنوز از دهنت هیچ چیزی بیرون نیومده، میگه پدر میدونه. موهای سر خودمونم شمرده، روز به روز، ثانیه به ثانیه، از همه چی اطلاع داره. و مثل پدر که از اون نون میخوایم به ما نون میده، نه یه سنگی، خدا میدونه چه چیزایی ما احتیاج داریم، این تمام چیزها رو انجام میده. اما خدا طبق نقشه های خودش و طبق اراده خودش سلطنت میکنه، چون یک چیز ابدی، پادشاه ابدی آماده میکنه. آمین. و این دیگه ربطی به اراده تو، نقشه ما نیست، بلکه نقشه او، طبق نقشه و اراده او ما رو هدایت میکنه. به این خاطر یه قسمت میگم که خدا رو شکر که من میتونم در این نقشه تو، در این اراده تو بتونم استراحت کنم. عیسی امروز هم میخواد بگه که باور کن عزیزم، باور کن که همه چیز زیر کنترل منه. در آخر همه چیز خوب خواهد شد. موضوع موعظه امروز، در آخر همه چیز خوب خواهد شد. به آلمانی چی میشه؟ Alles wird gut. Alles wird gut. الان تقریبا یه چند ماه اینو توی دهن منه. فقط دو دنیا منم استفاده میکنه، همه چی خوب میشه، نه؟ دنیا هم استفاده، فقط به چه چیزی تکیه میکنم میگن؟ با یک آرزویی که هیچ ریشه نداره و هیچ قدرتی پشتش نیست، مثل تو هوا ور میگرده، شاید انشالله یه جوری یه چیزی بشه، آخ همه چی خوب میشه. فقط ما زمانی که میگیم همه چی خوب میشه، عزیزم، به خاطر اینکه او روی تخت نشسته و سلطنت میکنه، چون به او میگم که او برای من گفته، او حرفا رو زده و کلام او تا ابد باقی خواهد موند. به این خاطر میگم همه چی خوب میشه، چون او نشسته و سلطنت میکنه. یه دستی میتونیم برای او بزنیم؟ عیسی مسیح کنترل از دست نداده. چشمای او، چند تا آیه هایی بود، فقط نمیخوام زیاد آیه هایی بخونم امروز، چند تا آیه هایی که در مکاشفه هست، میگه چشمای او مثل شعله آتشه، اسم او کلام خداست، او خواهد آمد و داوری خواهد کرد، یک روز عدالت این دنیا رو خواهیم دید. و خوشحالی من عزیزان اینه که میخوام منتقل کنم به شما که واقعا باور کنید، چون او سلطنت میکنه. من میتونم بگم که آلبرت
همه چی خوب خواهد شد. استراحت کن در پادشاهی خدا. استراحت کن. هر چقدر نمیفهمی، هر چقدر سر در نمیآوری، هر چقدر سوالهای تو جواب داده نمیشن، هر چقدر احساس میکنی توی یک چای افتادی، هیچ پنجره هم توش هم نیست، همه چی خوب میشه چون او کنترل رو در دستش گرفته و سلطنت میکنه. هیچ اتفاقی که در زندگیت و زندگی ما میفته از خدا پنهان نیست. در مزمور 46 آیه 9 و 10 نسیم جان، چیزهای اولین را از زمان قدیم به یاد آورید، زیرا من قادر متعال هستم و دیگری نیست، خدا هستم و نظیر من نی. میتونید بلنگو رو روشن کنید یا بگو. چیزهای اول را از زمان قدیم به یاد آورید، زیرا من قادر مطلق هستم و دیگری نیست، خدا هستم و نظیر من نی. آخر را از ابتدا و آنچه را که واقع نشده از قدیم بیان می کنم و می گویم که اراده من برقرار خواهد ماند و تمامی مسرت خیش را به جا خواهم آورد. آمین. میگی که آخر را از ابتدا و آنچه را که واقع نشده از قدیم بیان می کنم. یعنی خدای ما خدایی هست که پایان را قبل از شروع شود می گوید. آمین. به این خاطر خدا رو هیچ موقع نمیشه سپریز کرد. تقریبا مثل یه فیلمی هست که از اول تا آخر ساخته شده. اینطوری سعی کنین مثل که خدا این فیلم رو از عقب میسازه تا شروعش. متوجه هستین یا نه؟ نه. زمانی که خدا میخواد یک کاری انجام بده هنوز شروع نکرده، آخرش رو میبینه که انجام خواهد شد، آخرش رو میبینه، میگه که این اتفاق خواهد افتاد. متوجه هستین؟ بعد از این شروع میکنه به عمل کردن. به این خاطرم هیچ موقع خدا شکست نخواهد خورد، در دنیا نه، در زندگی تو نه. هنوز تو رحم مادرت بودی خدا آینده تو رو میدید. قبل از بنیاد عالم خدا تو رو برگزیده برای پسر خواندگی. آمین. به این خدا باید اعتماد کنیم و باور کنیم که کنترل دست او و طبق اراده و نقشه او رفتار میکنه. به این خاطر alles wird gut. همه چی خوب خواهد شد. روی فکر ما ساخته نشده عزیزان. راحت باش، بازیست و بدان من که من خدا هستم. سعی نکن با قدرت خودت یه چیزی به وجود بده. کلیسا رو نمیتونی بیدار کنی، خودت رو نمیتونی بیدار کنی، جز از اینکه بری پیش اون خدایی که میتونه تو رو بیدار کنه. آمین. مزمور 46 که فکر میکنم باید از حفظ دیگه بلد باشید، اونقدر اینا رو خوندیم. خدا ملجا و قوت ماست و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت میشود. پس نخواهیم ترسید. اگرچه جهان متبدل گردد و کوها در غیر دریا به لرزش آید، اگرچه آبهایش آبشوب کنند و به جوش آیند و کوها از سرکش آن متزلزل گردند، نهرهایی هست که شعبه‌هایش
یا ادامه؟ ادامه بدم. نهری است که شعبه هایش شهر خدا را فرحناک می سازد و مسکن قدس حضرت اعلی را. خدا در وسط اوست، پس جنبش نخواهد خورد. خدا او را اعانت خواهد کرد. در طلوع صبح باز ایستید و بدانید که من خدا هستم. در میان امتها متعال و در جهان متعال خواهم شد. آمین. در تمام مشکلات، در تمام طوفانا میگه که خدا در وسطت، خدا در خانه خودشه، پس جنبش نخواهم خورد. خدا ما رو اعانت خواهد کرد در طلوع صبح. بعضی وقت نمیدونید فردا صبح چه اتفاقی میفته. خدا، خدای ما معجزات، خدا کارهای انجام میده که نمیتونی بفهمی. من چند روزه که در یوحنا، کتاب یوحنا، انجیل یوحنا رو میخونم، بعضی وقت میگم من شاگرد عیسی مسیح میبودم دیوونه میشدم از عیسی. یه چیزایی میگفت، بعد از یهو کارهای انجام میده، من میرم دیگه، شما تنها هستی، بعد از این خوشحال باشین که من اونجا هستم، الان تنگی شدین چون من خواهم رفت، شما نمیپرسین چرا کجا من میرم. یعنی در حال، یعنی فکر میکنم دائما این شاگردان در حال گیجی بودن. تشنج میگرفتن. یا من هم اینجا آیه میرفتم اینجا، میگم این شاگردا میفهمیدن از این چی میشه؟ خوبه که من برم، الان نرم روح القدس نمیاد. با نرسه نمیتونستم بفهمن. ها کجا میری؟ یه جایی که میرم نمیتونی بیارین، فقط بعد از این دوباره میایین، اون موقع خواهیم فهمید چی میگه. نه من با تو رو پیروی خواهم کرد، نه تو من رو لو خواهی داد. یعنی واقعا دیگه نمیتونیم عیسی رو، خدا رو بفهمیم. خدا طبق نقشه خودش رفتار میکنه. به این خاطر من یه احمق نیستم شروع کنم به چی میگن، با قدرت خودم یه کاری انجام میده. خدا کار خودش انجام میده. من فقط چی باید باور کنم؟ من باید باور کنم او سلطنت میکنه، کنترل در دست اوست. اینو من باید بدونم و باور کنم. و همینطورم بگم خداوند طبق اراده و نقشه تو منو هدایت کن. آمین. هر چقدر نمیفهمم، بازیستید و بدانید که من خدا هستم. منظور اینه که بازیستید، ترجمهش درست چی؟ که تسلیم باش، بشین. در کلام عبری میگه که رفای، یعنی استراحت کن و بدون که من خدا هستم. بشین، استراحت کن، مثل یه تماشاچی بشین و نگاه کن. مثل اینکه میرم توی استادیون فوتبال میشینم ببینم که اونجا خدا چه کارهایی خواهد کرد. در میان امتها متعال و در جهان متعال خواهم شد. باور میکنم که یک روز این کارو، اینو خواهم دید. بزرگ نام او اونجا در این دنیا، کی نمیدونم، امیدوارم به زودی. یعنی اونجا فقط میتونم بگم که او مرکز این دنیا و یه جایگاهی هست که همه او رو خواهم پرستید. زمانی که زندگیه ایوب رو نگاه میکنم، یا من فکر میکنم کتاب ایوب رو دیگه خودت هم خوندید و یا موعظه ها هم شنیدی. ایوب یک مردی بود که خدا برکتش داده، همه چی رو داشت، یا تمام برکت ها رو داد. فقط کوتاه فقط میخوام بگم یه چیزی که نداشت، درست شناخت خدا رو نداشت. یا هنوز به این شناخت نرسیده بود. اون فقط میگفت چون من همه کار رو انجام میدم، یعنی خود عادل بود. درسته؟ خود عادل؟ یا من همه چی رو درست میکنم، من این چیز رو انجام میدم، من راست زندگی میکنم، من دعا میکنم، شفاعت میکنم، همه کار رو من میکنم. به این خاطر خدا منو برکت داده.
یا خیلی هم هستن که از مسیحا اینطوری هستن، من این کارو میکنم، همه قانونا رو من نمیگه میدارم، من این چیزا رو میکنم به این خاطر. خدا من ایشو خندید، گفته باشه، چیزی نکرد. زمانی که میگم که خدا آخرش رو قبل از اینکه شروع بکنه آخرش رو نگاه میکنه، میبینه که چه از ایوب چه چیزی خواهم ساخت. به این خاطر شیطان که میاد پیشش و میگه که شروع میکنه دست گذاشتن روی ایوب، میگه که ببین به خاطر این بعدن این خدا گفته ایوب رو به دستای تو میدم. و بعد از این چه بلاهایی رویش آمد، همه چی رو از دست داد، طوفان‌های شدید آمد و خانوادش کشته شد، همه چی به هم ریخت. و زمانی که این اتفاقات در زندگی ما میفته، همه چی میفته، بعد از این نخامیان شکایت میان، خدا کجا هستی، چرا منو ترک کردی، تو خدای عادلی نیستی، دیگران من با من این کارو کردن، تو این کارو نکردی، نمیدونم دعای منو جواب نمیدی، بعد شروع کرد دعای من تقریبا 40 باب شروع میکنه شکایت کردن، غر زدن و همینطور هم خودش دعای من عادلی، من کاری نکردم، من همه چی رو درست کردم. میگم خدا آینده ایوب رو دید، به این خاطر به شیطان اجازه داد این توی این یه بلایی روی سرش بیاد. و زمانی که خدا اونجا در این خفا، یعنی در این مشکل، در این فشاری که ایوب افتاده بود، یعنی واقعا وحشتناکترین فکر میکنم موقعیتی بود که ایوب افتاده، یعنی همه خانوادش از دست داده، مریض شده، پوستش دیگه چی شده؟ دنبال زده بود، دنبال دنبال برحال، یعنی من آلمانی میگن ایش مهتی نکن زن خودشتکن، یعنی من نمیخوام تو پوست ایوب میبودم. یا فقط زمانی که خدا میاد اینجا خودش رو نشون میده در ایوب باب 42 آیه 10 تا 11، نه ببخشید، ایوب باب 42 و 5 تا 2 تا 5. میدانم که به هر چیز قادر هستی و ابدا قصد تو را من نتوان نمود. کیست که مشورت را بی علم مخفی میسازد؟ لیکن من به آنچه نفهمیدم تکلم نمودم، به چیزهایی که فوق از عقل من بود و نمیدانستم. الان بشنو تا من سخن گویم، از تو سوال می نمایم، مرا تعلیم بده. از شنیدن گوش درباره تو شنیده بودم، لیکن الان چشم من تو را می بیند. از این جهت از خیشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه می نمایم. آمین. یعنی کار خدا زمانی که به شیطان اجازه داد وارد زندگیش بشه، فقط و فقط اینه که واقعا به یه جایی برسونه که به شناخت خودش برسه و به شناخت خدا برسه. و اینجا میگه که همینطور آن و آنچه نفهمیدم تکمل نمودم و به چیزهایی که فوق از عقل من بود و نمیدانستم شروع کردم با خدا بس کردن. و زندگی من هم تقریبا اینطوری عزیزان. اوکی، یه زمانی هست که ما یاد میگیریم، یه زمانی هست که در حال شاگردسازی هستیم، بعد از یه مدتی هست که یواش یواش از این بلوغ روحانی میاییم بیشتر و بیشتر با شناخت به شناخت خدا میرسیم. یا این الان 2 ساله شده، 3 ساله، 4 ساله طول میکشه. یا بعضی وقت بعد از این خدا شروع میکنه با روش‌های جدید شروع کنه با تو رفتار کردن. و هر چقدر به رشد روحانی میرسی با روش‌های خدا آشنا میشی. دیگه آگاه نباید باشی. دیگه باید آگاه باشی و دیگه اونجا دیگه شروع نکنی شک کردن چرا، بلکه میدونی که خدا در کاره، به شرطی که برای رابطه با خدا داشته باشی. منظوری نیست که الان رفتی توی دنیا زندگی میکنی. و اینجاست که خود ایوب که میگه که من واقعا چیزایی با تو صحبت کردم که نافهم بودم، اصلا کی میتونه جلوی خداوند بیسته با اوش بس کنه که من درست هستم، تو اشتباه میکنی. درسته اتفاقاتی میفته که واقعا در زندگیمون ناعدالتی چیز میشه،
اتفاق میفته. خدا اجازه داده، حق تو گرفتن اجازه داده. و زمانی که این درس رو یاد نگرفته باشیم دائما بس میکنیم. اینجا میگه که من نافهم بودم، این آخرش به یه جای رسیدی، نافهم بودم، شروع کردم یه چیز کردم، بس کردم با تو، از چیزهایی صحبت میکردم اصلا نمیدونستم. میگم که ما روبروی خدا هستیم عزیزان، یا باور میکنی، اعتماد میکنی یا نه، یا بازیستی و بدونی که من خدا هستم، یا بایست و شروع کن به جنگیدن. و جالبش اینه که با از شنیدن گوش درباره تو شنیده بودم، لیکن الان چشمای من تو رو میبینند. کسانی هستن که میخوان با چشمای قلبشون عیسی رو ببینن. پس بازیست و بدان که او خداست، نه جنگ. بشین و بگو که همه چی خوب خواهد شد. آمین. استراحت میکنم. آتشی در من میجوشه. دستای شیطانم پشت کمر منو گرفته و فشار میده. اینو یکم گنده ترش میکنم. گوش میکنید. فشارم روی منه. همه منو ترک کردن. ایوبم گفته مرسی خدا، من همه چی خوب خواهد شد. این نشانه اعتماد توست به او. به این خاطر زمانی که خدا قبل از اینکه به شیطان اجازه رو بده سراغ چیز بره، ایوب بره، خدا آیه 10 و 11 رو میدونست. این کار رو من خواهم کرد. و میگه که در آخر در و خداوند آخر ایوب رو بیشتر از اول مبارک فرمود، چنان که او را 4000 گوسفند داد، 6000 شتر، 1000 جفت گاو و 1000 اولاغ ماده بود، و او را 7 پسر و 3 دختر بود، و در تمامی زمین مثل دختران ایوب زنایی نیکو صورت یافت نشده بود. حتی چقدر زیبا کرده بود خدا دختران خودشو. و بعد از آن ایوب 100 و چی؟ 140 سال زندگانی نمود و پسران خود و پسران پسران خود را تا پشت چهارم دید. پس ایوب پیر و سال خورده شد، وفات یافت. این آیه خدا دید که یک روز این آیه ده تا 17 باید نوشته می شد. فقط به این خاطر خدا به شیطان گفت اجازه میدم اونجا دست بزنی. خدا می خواد به ما یاد بده عزیزان، در باب 2، 3، 4 ایوب، 5 ایوب، 6 ایوب اونجا بشینی و بگیم که چون همه چیز رو کنترل توست، همه چی خوب خواهد شد. اینو خداوند میخواد به کلیسای خودش نشون بده در این زمان. و اعتماد کن خدا در زمان خودش طبق نقشه خودش تو رو بیدار میکنه، یا کلیسا رو بیدار میکنه، یا کارهایی انجام میده طبق نقشه خودش، اراده خودش. من اونجا هستم و میگم که به زبان آلمانی برای من میگم هر دفعه اسفت آلس گوت، و باور میکنم عزیزان، باور میکنم همه چی خوب خواهد شد، چون او سلطنت میکنه، چون او افسار این دنیا رو به دست گرفته،
چی گفته بود؟ خداوند در آسمان و در تخت خودش نشسته است، به نقشای ایشان میخنده در این دنیا که هست. من پادشاه برگزیده خود را در صیون، کوی مقدس خود، بر تخت نشانیدم. اوست که حکومت میکنه. به این خاطر من میتونم راحت میتونم بگم که مرسی خداوند، alles wird gut، همه چیز خوب خواهد شد. این آیه هست که، یا این آیه هست، این یک خبری هست که واقعا چند مدتی است که توی قلب من میجوشه و همینطورم تجربه میکنم و تجربه کردم از زمانی که همینطور نسرین و من همینطور از ماه مرس بود که این کرونا رو گرفتیم، چقدر درد، چقدر فشار رو میامد و چقدر از طریق فیزیکی، از طریق روحی، از طریق واقعا، یعنی میتونم بگم از خیلی تعریف ضعیف شدیم. یا پدای من این میتونستم بگم اسفت الاس گود، همه چی خوب خواهد شد. و میدونم اونجا وز شدم. به این خاطر خودم خیلی خوب میدونه که کار شیطان اینه که دنبال ایمان تو بره، شک بندازه در زندگی تو و همینطورم به چشمای خودت، به خودت نگاه کنی، خودت عادل نگاه کنی، خودت بهتر بدونی و دیگران رو شاید مقصر بدونی و خیلی چیزایی هست که اونقدر قاطی بکنه که سردر توی وارد یه سردرگمی بشی، خودت رو اصلا نمیدونی تو درست کی هستی. ایمانت همینطور در این قسمت، فقط خداست که حتی هر جایی که قرار گرفتی، خداست که میگه که من نهرا رو باز خواهم کرد در زمان خودم. در اشعیا نبی باب 44 آیه 3 تا 5، بر زمین تشنه آب خواهم ریخت و بر خشکسار نهرها جاری خواهم ساخت، روح خود را بر نسل تو فرو خواهم ریخت و برکت خیش را بر فرزندان تو. آنان در میان نیزار خواهند روید، همچون درختان بید در کنار جویبار. یکی خواهد گفت من از آن خداوندم و دیگری خود را به نام یعقوب خواهد خواند، یکی دیگر بر دست خود خواهد نوشت از آن خداوند و نام اسرائیل را بر خود خواهد نهاد. آمین. این که میگه که زیرا که بر زمین تشنه آب خواهم ریخت و بر خشکی را نهرای جاری خواهم ساخت. یه چیزی هست که وعده هایی هست که خداوند داده، کی، چطور، این در دست اوست. من فقط میتونم اونجا باور کنم، میگم که منتظر تو هستم خداوند، این وقت رو برای خداوند بگذارم. هر چقدرم بعضی وقت هم در خودم نگاه میکنم، میبینم که چون چند مدت دعای من خیلی ضعیف شده. عزیزان، فقط میدونم که با زور و با چی میگم، با قدرت خودم میبینم که فایده نداره. فقط و فقط در اون موقع فقط میتونم سکوت کنم. همین کلامی که میگه که بازیست و بدان که من خدا هستم، میشینم فقط دو تا سه تا چهار تا کلامایی میاد بیرون و میدونم خدا این کلامای کمم که هست از یه قلب تشنه و از یه قلبی که واقعا میگم که نه یا ضعیفه، این چیزها رو خداوند میدونه و میبینه. چقدر واقعا دنبال این نهرهایی هستم و چقدر همینطورم برای دیگران. خدا میدونه این چیزها رو، فقط خودش زمانش رو میدونه. خودش کلیساهای بیدار میکنه زمانی که خودش میخواد، برای یک هدفی این انجام میده. ما دوست داریم یک کلیسا رو ببینیم که همه چی بیدار هستن. خدا اینطوری نگاه نمی کنه. شخصا اینطوری باور می کنم. شخصا میتونم بگم کلامی از خدا نیست. خدا عیسی مسیح کلیسای خودش رو تقریبا کامل کرده. با چشمای خودش نگاه می کنه کلیساهای دنیایی، عروس خودش، بدن خودش تقریبا کامل شده. ما با چشمای خودمون نمیبینیم، او با چشمای خودش میبینه. و من باورم نمیکنم کلیسای ما یک کلیسایی خواهد شد که همه بیدار هستند.
باور نمی کنم ببخشید. من فقط می دونم که در این کلیسا افرادی هستن. افرادی هستن که این راه رو میرن، این تجربه ها رو گذروندن و میگذرونن و خدا سلول های خودش رو در تمام دنیا جمع میکنه و یک روز نشون داده خواهد شد. به این خاطر آرزو دارم همه شما در بیداری باشین. فقط میدونم در هیچ کلیسا این اتفاق نخواهد گفت، چون خدا با چشم خودش از بالا نگاه میکنه، بدن خودش رو دنیایی نگاه میکنه. منظور نمیدونم فهمیدین یا نه، ما فقط یک میلیمتر از بدن او هستیم. فقط خداست که در روح خودش در کلیسا میوزه، شروع میکنه قلبا رو، تشنه ها رو بلند کردن، یعنی بیدار کردن، که یک روز این دیده خواهد شد. یادتون هست در رومیا میگه که تمام دنیا، تمام طبیعت درد و رنج میکشه و منتظر چی هست؟ منتظر حضور پسران خدا هست. یعنی اون، میگم پسران خدا، اون عروس خدا که یک روز ظاهر خواهد شد و اونجاست که خدا این دنیا رو دوباره با بازگشتش دوباره تازه خواهد کرد. در رومی ها به نوعی 16 میگه که بنابراین به خواست یا تلاش انسان بستگی ندارد، بلکه به خدایی بستگی دارد که رحم می کند. خدای رحمت هاست. منظور اینه که با قدرت ما نیست عزیزان. ما باید یاد بگیریم اعتماد کنیم، یاد بگیریم بازیستیم و بدانیم بشینیم. تک تک شما عزیزان حضور خود رو حداقل جستجو کنین. خدا آب رو خواهد ریخت روی قلبایی که تشنه هستن. نهرها جاری خواهد شد برای کسانی که واقعا خشک هستن و میخوان آبیاری بشن. فقط خدا نگاه نمی کنه وضع تو چطوره. خدا طبق خواست تو و آرزوی تو شروع میکنه انجام دادن. کی؟ چطور؟ دیگه در دست اوست. آمین. یک رویایی بود که برادرمون روز بداشت، یادتون هست، گفته که یک رویایی دیدم برای کلیسای ما. یک فرشی هست که تو ایران هم اینطور این فرش ها رو چیز میکردن، آویزو میکردن، سال یک بار به همینطور هم یه چوب هم برمیداشتن و شروع میکردن به تکوندن، یا و هر چقدر چیز میکرد چی میگن؟ ضربه میزد، این خاک بیرون میامد و این هر چقدر این خاک بیرون میادد و این نقشه اصلی اون دیده میشد. یا من نسیدم هفته گذاشتم در موردش هم که اینجا صحبت کرده بود، یعنی بیشتر در مورد حس قیابا به 37 هم چیز کرده بود، یه چیزی میخواست اشاره کنه و فراموش کرده بود و گفتم که امروز این چیز رو بگم. زمانی که میگه که به این فرش میزنم، به هر حال اونجا خاک به هر حال بیرون میاد و این خاک بعضی وقت میره توی چشما، اونجا بعضی وقت درد میکنه و بعضی وقت نمیتونیم درست متوجه بشیم تا این خاک یواش یواش بشینه. اون موقع هست که این چیز نقشه فرش یواش یواش آشکار میشه. زمانی که نگاه میکنیم به ایوب، مثل اینکه خدا ورداشته ایوب رو، همینطور تمام چیزایی که خاکایی که درونش بود میزد که تمام این خاکا بیرون میاد. بعد از این اونجا تو این حال گیجی می بود که نمیدونست چه اتفاقی میفته. بعضی وقت توی کلیسامون هم، بعضی وقت الان مثلا میگم از ماه مرس همینطور که ما نسین و من همینطور در این حال هستیم، بعضی وقت واقعا احساس میکنم خدا چوب رو برداشته همینطور میزنه. خدا رو شکر میکنم، میگم مرسی که خدا من تمام خاکهایی که در این فرش توست، چون این فرش مال خداست، همه چی بیرون میاد. بعضی وقت که اینقدر دیگه این خاک اینجوری
میتونی چیز جلوی چشم من میاد، شاید اونجا درد میکنه، فقط میدونم یک زمان خواهد آمد، همه چی خوب خواهد شد. آمین. دعا کنیم عزیزان. و همینطور به خودت نگاه کن که چقدر واقعا سعی میکنی با قدرت خودت، با غیرت خودت میخوای یک کاری انجام بدی، چقدر بی صبر هستی، چقدر زود، مثل اینکه زود میخوای این خدا این نهرا رو در زندگی تو بیاره. بدون که اوز طبق نقشه و هدف اراده او انجام میده. شاید 6 ماه طول بکشه، 1 سال طول بکشه، فقط خدا انتظار داره و که یاد بگیری و بگی که مرسی عیسی که تو کنترل از دست ندادی، همه چی در دستای توست و من میدونم همه چیز خوب خواهد شد در زندگی من، همه چی در کلیسا خوب خواهد شد. خداوند یه لحظه همینطور در حضور خداوند هر حکمتی هست، هر فکرایی هست، هر سوالایی هست، هر چیزایی که نمیفهمی، مثل ایوب میتونی بگی خداوند که فوق از عقل من، از خداوند من میخوام همه چی رو بگذارم، میخوام یاد بگیرم، بازیستم و بدونم تو خدا هستی. و بهش بگو میدونم آخر زندگی من بهتر خواهد شد از اول. باور میکنم که با عدالت با من رفتار میکنی، نه عدالتی که من میخوام بلکه عدالتی که تو میخوای. هللویا. وسط های کتاب ایوب در همه فشارهایی که خودشم بود این اشاره رو کرد و گفته که من میدانم ولی من، منجی من زنده هست. نمیتونیم با هم بیستیم این سرود رو با هم بخونیم. میدانم منجی من زنده هست، در آخر و در جهان ماند. میدانم منجی من
سلطنت کند. گرچه جانم فرسوده شود، حال چشمانم خدا را میبینم، میدانم منجیم زنده هست و من با او تا حد خواهم ایستاد. میدانم منجیم زنده هست و من با او تا حد خواهم ایستاد. اینو اعلام کن، هر باری هست، هر فکری هست، هر چیزی که تو رو مشغول کرده بنداز، بگو خدا من نمیخوام دیگه فکر کنم، چرا حال میخوام بگذارم کنار، خدا من میخوام باور کنم تو کنترل زندگی من رو به دستت گرفتی و میخوام تو کنترل کنی. تو روی تخت نشستی، میخوام تو طبق اراده تو و نقشای تو من رو هدایت کنی و میدونم همه چی خوب خواهد شد، چون میدونم منجون زنده هست در آخر و در جهان ماند. میدانم منجی من زنده هست و میدانم او سلطنت کند. گرچه جانم فرسوده شود، حال چشمانم عیسی را میبینم، میدانم منجیم زنده هست و من با او تا آخر خواهم ایستاد. میدانم منجیم زنده هست و من با او تا آخر خواهم ایستاد. جلال بر تو ای عیسی پادشاه پادشاه رب العالمین.